اوی داریم مثلا زن خونه میشیم دیگه، داریم مثلا زن خونه میشیم، همه چی رو تمیز کردیم، حالا بالشه رو بذاریم، این بالشه رو بذارم دوش، بعدم بیا اون یکی بالشه رو بدوزم. خب بچه ها، من امروز صبحانه یه چیز درست کردم با مزه از آردای گازی که آذر به من داده بود و با ساقه گشنیز و یه تخم مرغ زدم و آرد و آب و روغن، خیلی با مزه درست کردم و تخم، حالا اگه میتونستیم بذاریم یه دونه این چیز آوگراف توش. خب با سوتی هم بیا، خب دیگه سوتی حالا خیلی خیلی بری کلاتون رو بندازید هوا، من یه روش زدم. خب این بیاد اینجا، این بره برای اتاق. خب بیاد. خب ما اینا رو شستیم، میتونیم اینا رو بذاریم توش. البته یکی از بچه ها یه حرفی زد، گفت زیبا این رو لازم نبود اصلا از توش در بیاد. بعدش یه خانومی هم به من زنگ زده میخواد بیاد چند روز اینجا، گفتم خب حالا چند جا رو بهش معرفی کردم، گفتم اول بیا اینجا. بعدش ببینیم اون برنامه چجوری میشه، بعد بیاد خونه بچه ها، بچه هایی که تو هامبورگ دارن. لایو صبحانه نذاشتی به خاطر اینکه دیگه در حین پختن، اون چیزی که میپختم انقدر خوشمزه شده بود هی خوردم. بعد یک کمم بوخ وایتسن که نمیدونم فارسیش چی میشه خیس کرده بودم از اون خوردم. فعلا بعدش هم که تو گود تو گو اونجا هم یه دونه برنامه گذاشتم، یه دونه بریم اونجا یه سری مواد غذایی اینا از یه اپیه، حالا ببینم اگه شد با شما یه عکس و لایو و کوتاه اینا اونجا بگیرم. بعدش حالا اینو ببینم میتونم بدوزم، سفتم هست اینجوری. بعد اونجا میرم ساعت 7 باید اونجا باشم. الانم دیدم سیاوش زنگ زده برای اینکه فردا یه قراری با هم بذاریم، گفتم خونه رو کاری کردی؟ گفت نه، میخوام حالا، گفتم من دارم پیاده روی میخوام بکنم به سمت نمیدونم ساعت 6 یک ساعت پیاده روی میخوام بکنم، اگر خواهی میخوای بیا با من تو راه باش. اونم میاد، این سرش اینجوری اومده بیرون، فکر کنم اینا رو اصلا نباید از تو این در میآورد. خب بلوز خوشرنگی پوشیدی بهت میاد با این رژت، مرسی. بذار ببینم این میره توی این. به مسائل گروهتون توجه نمی کنی، انگار که اون زیبا در سال 1402. چرا دیگه؟ من دیروز یکی از دلایلی که خیلی هم با امیر صحبت کردم، حالا اونو کلیپش کردم بچه ها، بذارید اونو میفرستم، فرستادم به یوتیوب. خب بعد امیر پارتنر چیز، گروه سارالله، گروه ارشاد و گروه مخالفین فعال که ازشون صمیمانه تشکر میکنم، بدون شما اصلا زندگی مفهومی نداره. رفتم به امیر یه سری چیزا از فیلمای لختی پختی من فرستادم، بعد اینم اومده هی به بهار پیام داده، زنگ زده، اینم که بلاک آخر سر اسمس داده که بیا ببین چیه فرم. منم گفتم که بابا بذار کاملشو بفرستیم، چرا ناقص ببینه؟ اونای دیگه ایم همه رو براش فرستادم، گفتم بابا چشمت روشن باشه، ما برای این چیزا معمولا هزینه میگیریم میفرستیم، از کتابام گرفته یا کلیپ های مختلفی که بخوایم هزینه میگیریم، ولی چون شما دیگه دارید با ما دیگه با شما
خب اینم باشه اینجا. اتفاقا در فوزیه زنگ زد، چقدر خوب میشه. دیروز احمد اومد اینجا، انقدر کار کرد تو یک ساعت، بالکن میز بالکن رو درست کرد. تا این بر بکنم دیدم ای اونو گذاشته اونجا، اونو برداشته اینجا، اونو بذاره کار، بعد شیشه های آبو نمیدونم اونو ببر زیر زمین و تو یک ساعت اینترنت رو چک کرد، اون کار کرد، همه کارا رو کرد. همیشه قبلنا احمد کار دوخته دوزم میکرد، ولی من هم یه سری چیزایی هم آورده بود، بادوم و اینا، چیزایی که دوست دارم. بعد گفتش که اینا رو من تو خونه استفاده نمی کنم. گفتم باشی بدیم. خواستم بگم احمد اینا رو بیا بدوز، خجالت کشیدم. قبل اینقدر همی کاری دوخت و دوست گفت به من، گفت کاری نداری؟ گفتم نه دیگه احمد کاری ندارم، منو خجالت، ولی خجالت کشتم که اینا رو به دوست. یه دوست پسری هم داشتم، وای اونم چقدر زنه مرد خونه بود، چقدر کار میکرد. اونم با من فرار کرده، البته با احمد دوسته. اونم خیلی جالب بود تو کارهای خونه، اینور میکرده یه دفعه میدید اونو درست کرده، اینور میکرده میدید اونو درست کرده. همهشون خوب بودن دیگه و خوب هستن. خوبه، حالا با احمد در ارتباط، دوستش دیگه، خوبه. فرشارم بشور. فرشا که مگه یادتون نیست حبیب اومد اینجا نشست با مواد دم آورد خودش شست. چه آفتابی، نور خوبی باش بیاد اینجا. گلدونا رو عوض کردیم، جای گلدونا رو عوض کردیم، توی اتاق چیز اینا رو گذاشتیم. بعد میگه بیا. خب احمد از طرف خانوادهشی، از طرف خانواده منه، اگه اینطوری باشه که خیلی خوب. احمد اصلا البته یه بارم یه حرفی به من زد، خیلی بامزه بود، گفت زیبا برا سنه دده ویندیدا، به ترکی گفت. از کی چه خبر؟ از رسول. رسول بابا کدوم رو؟ ما چند رسول داشتیم، رسول ها همهشون خوب بودن. اصلا کی بده؟ بچه اینم بزنم، اینم بذارم اینجا پین بشه، همه اتون خوبید دیگه. خب پین بشه، حال دوختن این مالک هردوسم دوختن این کار حضرت فیله. سه اینا نباید بدوزی که. خب سلام صد سلام. ای آفتاب چیده جامعه؟ خب آفتاب چه بامزه اومد. آفتاب بزنیم اینوری، بیایم آفتاب به من بخوره نه به شما. نورم همینطور هستش دیگه. بابا جان آفتاب سنده چلده نه یابتا آبرموزا پارسان پرداده یو خمسته. سلام صد سلام. حالا الان ای بهانه سوزن رو کجا؟ اینجا افتاد. گفتم یه سوزن اینجا. بچه وایسید یه کاری بکنم، شما یکم با هم دیگه شما رو ببرم دیگه. چرا شما رو یا ببرم اونجا اینجا بذارم بهتره ها؟ بیارم اونجا بذارم دیگه، از این برستم بذارم. حالا فعلا افتاد نخوری به ما. یس اومدیم سر جای صبحانم. شلوارم میدونه مالی کیه؟ شلوار کی به من داده؟ جرگورا خود طرفه جدا شلوارو به من آذر داده.
تره گربه سا چی دور داد و چی راخ سم برده استروخ انگلا بلیخ انگلا بلیخ بیدانا بیر زاد دو زدخ گره اینن دو زدخ یا آغنان دو زدخ هلا گره اینن دو زدخ گره اینن دو زدخ جورخ نمند زیبا جریان بهار و دوست و پسرش یه چی دیگه ما یه کفش اول چی بود از کجا شد رازهای اشیا اینه یکی از بچه ها که اومده بود تو گروه ما من دیدم که ریپلای کرد خانم بهار رو گفت بهار من به شما میخوام یه اینجوری میکنن دیگه میخوام یه دونه کارت پستال بفرستم برای عید اینم برگشت گفتش که مرسی ممنونم خیلی خوشحال میشم خب اینو گفت منم برگشتم با توجه به شناختی که داشتم از گفتم تو واقعا خوشحال شدی فکر نکنم از کارت پستال خوشحال بشی گفتم فکر نکنم از کارت پستال خوشحال بشی چه دشایه جورخ سنتا دور جورخ احمد این قدرین آدم جرد بزرگ بولد قدرین بولسن اونو سوزونه بله گشک باخاسان دا جورسن این دیجره ازون دوزده سن بولارون هاموسن ازون تیکسن با زنده تیک مخصاد تا که با شارماسار خب یه زنم ترکیه افزدیم برای کسانی که علاقه من به ترکیه هست گفتم که قدر احمد و باید اینجور جهاله دونه آدم فوزی هم البته خوب میدوزم خب یه دونه برای فوزی گذاشتم به اندازه گنده است این نخه چیزه اینجوری بدوزم الان میام آره بعد که من برگشتم گفتم من فکر نمی کنم تو واقعا خوشحال شده باشی آخه کارت پستال منو بیشتر عصبی میکنه برگشتم تعریف کردم که من خودم یکی به من کارت پستال داده بود میخواست بده گفتم کارت پستال به چه درد من میخوره من اینو کارت پستال رو سریع آشغال منو زیاد میکنه بعدش این کارت پستالی که میخوای بفرستی چقدر قیمتش گفت 2-3 یورو گفتم همونو برای من بدی بهتر از اینه که کارت پستال بدی هرسم بخورم اینو من تعریف کردم برگشت گفتش که راست میگه زیبا منم واقعا خجالت کشیدم بگم گفتم خب الان بگو دیگه چیزی که لازم داری رو بگو به جای کارت پستال این خانم بهارم برگشت گفتش که پس حالا که اینجور شد من یه کفش کتونی میخوام سفید نمیدونم کفز رنگشم فکر کنم اون موقعی باشم اینجا یه سری بچه هایی مثل سحر و اینا برگشتن گفتم خب مدل همون کارت پستال یه هدیه میخواستی دیگه من ولی چیزی نگفتم گفتم خب به هر حال جرأت کرد این حرف رو زد خودش خیلیه خلاصه ایشون شاپورم برگشت گفت من براتون باشه چشم فکر نکردم قبول کنه گفت باشه چشم خلاصه این کفش کتونی و عکسش و فلان اینو منم گفتم اونجا با هم یه عکس بگیرید و ویدیو بفرستید که ما این کارو کردیم کار آپولو هوا کردن یعنی اینا خب آپولو هوا کردن یعنی خلاصه ایشون میاد و اول اسنپ پیدا نمیکنه که با اسنپ بفرسته شب عید بود و نمیدونم چی خودش سوار اسنپ میشه و میاد خانم بهارم میبینه بعدش میده به ایشون کفش کتونیو کتونیام چقدر خوشش میاد از اندازه پام درسته که اصل نیستش فیکه ولی خیلی خوبه و فلان بهمان بعد شقایقم از اون ور گفتش
اوه چقدر کفش خوبی، من حاضرم پولشو بدم فلان و برای منم بفرستید. خلاصه این کفش کتونی رازهای اشیا، ویدیو مسیج میده، اونم میگه شیرینی برم بگیرم، میگه که نه چیزه، نه مرسی ممنون. امیرم دوست پسر چیز توی خونه است. بعدش قبلش هم بهار گفته بود که امیر متوجه بچه ها خبر ندن و فلان و اینا، ما هم که همه چیزمون علنیه دیگه. خلاصه اینجوری میشه که ویدیو، منم عصبانی میشم میگم اونجا وقت شما گرفتن، چرا عکس نگرفتید؟ قرار بود یه عکس بگیرید. ای بایش دانسته باش جونو خواه زایزه لازیخ دا بشتم، قرار بود عکس بگیرید. خلاصه میان این دوتا هم دیگر میبینم اونجا، میگه نه من نخواستم مزاحمش بشم فلان و اینا. امیر اینا رو میبینه، بعد میگه که تو از یک آقایی رفتی کفش گرفتی، خیانت کردی فلان و بهمان و اینا. اینم میاد پیاماشو پاک میکنه و امیر رو با آقای شاپور با هم دیگه لاتی حرف میزنن و این میگه که نمیدونم برادرم فیله، برادرم فیله، مهدی فیل، مهدی فیل. بچه گفتم بچه ها فیل چیه؟ گفت فهمیدیم که مهدی فیل برادر آقای شاپور ایران شاهی از اونا بوده که چند نفر زده کشته، بعدن این رفته نمیدونم از این برنامه هایی که بچه هایی که توی این جریانات هستن میدونن دیگه، مهدی فیل و نمیدونم اون یکی نمیدونم خر و از اینجور اصطلاحات دارن دیگه. خلاصه افتخارشون ها، یعنی گاو و یکی هم نمیدونم چی گاو، یعنی گاو و گاو و میزنه زمین اینجوری. اینم اولش مهدی، نه مهدی نه، همون شاپور برمیگرده میگه که یه جمله میگه که مهدی فیلو میشناسید، یعنی برادرشو میکشه جلو که ما نمیدونم ما از اونا هستیم و فلان و اینا. بالاخره خلاصه آقای شاپورم فرداش، فردا پس فرداش بعد از این کفشو میده، منم میپرسم که شاپور این کفش قیمتش چقدر بوده؟ گفت قیمت عمدش 300، قیمت فروش تو فروشگاه 600، یعنی حدود 600 هزار تومان که اگر این میرفت از فروشگاه میخرید باید هزینه این کفش رو میکرد. حالا چتاشو پاک میکنه، چتاشو پاک میکنه ولی کفششو قشنگ میپوشه اندازه پاشه و میپوشه دیگه. اینه که آقای امیر دوست پسر بهار عصبانی که شما به من خیانت کردی، بابا یه کفش گرفته دیگه، حالا بابا باید یه چیزای دیگه هم بگیره. خلاصه آقای مهدی رو چیز این کفش چیز باعث میشه که ما با امیر آشنا بشیم، چیز برامون عکسشو میفرسته، میفهمیم که ایشون شیشه میکشیده و دو سال به قول خودش پاکه، ولی خب پاکه پاکه دیگه، وقتی میگه پاکه پاکم دیگه، ولی همش قلیون میکشه، همش قلیون، یعنی شما فکر کنم تو خوابم قلیون میکشه. خلاصه ما تو اینجا خیلی خوب اومدیم جلو. این درباره بهار خیانت ایشون، مدعی میگه که شما چرا کفش از ایشون گرفتید. بهارم خب من به بهار گفتیم بهار چرا نگفتی اگر مثلا میگی که من تعهد دارم، من دروغ نمیگم، من فلانم، خب نمیشه که تو یه اینم از این. خلاصه دارن از هم جدا میشن دیگه خوشبختانه. ایشونم گفته به من گفتش باید 50 میلیون به من بده، نمیدونم من 2 سال خرجشو دادم فلان دادم، ما هم گفتیم برو از طبیعت بگیر 50 میلیونتو. خب حالا بیام ببینم که شما
پیاما نگو ایستاده بود. وای 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 ایستاده بود، منو به فهم کردم که حالا کی باید اینا رو هی بزنه. پدرت مرده زیبا، تا جایی که خبر دارم نه، من باشون در ارتباط نیستم، نه نمیدونم، اگه مرده بود به من خبر میداد، بالاخره یک خبر میداد دیگه. چه دختر خوبی؟ کی؟ منو میگی؟ آره 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 همونه. خب خدمتکارم گرفته ماهی 10 تومن باید هزینه میکرد. اگه امیر خدمتکار گرفته بود ماهی 10 تومن باید هزینه میکرد. خب دیگه این آقا که خونشم اجاره خودش نمیداد، گفت من موتور پیک موتوری هستم، هرچی این خواسته من تهیه کردم. خب بابا بذار بره از امیر از شاپور کفش بگیره، از اون یکی نمیدونم لباس بگیره، از اون یکی لوازم آرایش بگیره، از تو گروه ما هم که بهش هدیه رسیده دیگه، به نظر من تو مدتی که اومده تو گروه ما بهش هدایا خوبی دادن. خب عروسکه؟ کی عروسکه؟ این نه بابا این عروسک نیست، این بالشه. بچه اینقدر اینو خوبن، من اینا رو یه روزی داشتم میرفتم سطل آشغال بندازم، دیدم یه آقای با یه ساک خیلی تر و تمیزی آورد اومد و گذاش اینا رو بغل چیز. بعد یه دفعه خطاب به من برگشت گفت اینا بالشای استفاده نشده نو، کیفشم نوه. گفتم اولا لا 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 لا، برای منه دیگه. گرفتم گفتم گرنه گرنه، مرسی متشکرم. حالا اولین بار شستمش. زیبا بیام خواستگارید. آره دیگه وقت چیزها، وقت چیه، وقتی کسی بتونه دوخت و دوز بکنه و از یه آرد گز کوکوی به اون خوشمزگی درست کنه، دیگه باید خواستگاریش برید. تفلی بهار دیگه ببینیم دیگه. آخه خودش ببین نمیشه، به از اولم گفته بود من تو رو دوست ندارم، اونم فهمیده اینو دوست نداره، بعد گفته باشه دیگه کاچی به هستی چیه، یه کاری میکنم تو منو دوست داشته باشی. خب 2 سال اینم باهاش کنار اومده، بعدش دیگه حالا ببینیم چه جوری میشه دیگه. خوشبختانه حالا سمیران باش حرف زده، سحرم باش آشنا شده، منم که باش، ولی مال عهد دقیانوسه. حالا خوبه اگر شوهر رسمیش هم نیست، صیغه ایش هم نیست، بعدش اگر بود چیکار میکرد؟ اوی 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 اوی. ازدواج دیگر هرگز، حماقت بشره. پارتنری هم همینطور، پارتنری هم همینطور. من با یکی دوست شده بودم با وجود اینکه بهش گفته بودم که من یه زن آزادی هم، نمیخوام به کسی تعهد بدم، من یه کاری میکنم تو فقط منو دوست داشته باشی. گفتم بفرما هر کاری میخوای بکن. همه دوست پسرهای دیگه من باهاش آشنا کردم، گفت من اونا رو قلقم میکنم. گفتم بفرما منم بهت دست میدم، هرس میدم، فلان میکنم، برو قلقم کن. کسی که با قلقم تو با حرکت تو میخواد قلقم بشه، همون امروز بهتر از فرداست. هیچی تونستم اتفاقا یکی دوتا از اون کسایی که نمیدرسه.
خوب کاری کرد اتفاقا، یکی دو تا، ولی خودش هم غلغم شد و رفت. بای بای که دومی جلسه اومد گفت زیبا من هتل بگیرم فلان بگیرم ولی بین خودمون باشه. گفتم نه 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 نه، ما بین خودمون نداریم، ما بین خودمون نداریم، ما همه چیزی بون علنیه. تو هم چی ما رو علنی میخواستید دوست داشته باشید دیگه؟ پس این تموم شد، همه چی آرومه، همه چی آرومه، همه چی آرومه. اوی 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 اوی، اون که میخواست بیاد خواستگاریم بیاد دیگه. خب سنجه دو طرف جلو، اویا باشو طرف نفر بعدی بیاد جلو ببینیم. خب امروز خودم برای اولین بار تو اینا کجایی؟ اینا اینجایی. خب یه بارم شد بیام از دوست پسرات نگه. خب بابا سوال میکنید میگم دیگه، یا رب داره دیگه، شما نمیشه که ما از اون یکی حرف بزنیم از این یکی حرف نزن. حالا میخوای یه بار نگم باش، سعی میکنم یه بار نگم به خاطر اینکه تو چیز نشی، آروم بشی، راحت بشی، آرامش داشته باش. باش زنی که بی خانواده مخالف انسانیت، مخالف خانواده، فرهنگ، مخالف آبرو، همش درست. هم بی خانواده هم، هم مخالف آبرو هم، هم نمیدونم اون یکی چی بود، ندیدم دیگه. اون یکی هم هرچی گفتی درست. ای بای بگات رو طرفتن چخر بردن چخر بردن چخر. آها چقدر گنده از این سوزن، مال لحافه ها ما آوردیم اینجا. خب هر کی ناراحته از لایو زیبا بره بیرون. مرسی زیبا. این قرقره مال کی، مال کیه یا مال کی هست؟ اگه مال کی بگید، مال خیلی وقت پیشه. اصلا نمیتونم این از کجا، این از کجاست، کیه، چی، خیاطی نمیکنم که، ولی همین مونده. مال کی نمیدونم، مال کی. اینم سوال خوبیه، من تو عمرم اصلا قرقره برقره خریده باشم، نمیدونم مال کی. آره اینم از این. خب سلام زیبا، چون چه خوشگلتر شد. شنیدید؟ شنیدید؟ دیدید؟ اینجوری چه رنگ صورتی بهت میاد؟ این لباس رو داشتم، لباس ها رو سوا میکردم، دیدم تو لباس های زمستونی رو سوا میکردم، دیدم اینم تقریبا زمستونیه دیگه، گفتم امروز بپوشمش بعد بذارم تو اون ظرف چیزای زمستونی. چی میدوزم؟ بالشه دیگه، سر بالش ها رو شستم، بالش ها رو شستم. آره زیبا جون خیلی خوشم میاد ازت. منم همینطور، مرسی. منم از خودم خیلی خوشم میاد. Çansın bura çorak. Çal kız burdan çık. Bolişarı
هم پاش. در مورد شاش، در مورد شاش، در مورد شاش هم که براتون نوشتم، گفتم تجربه هامونو انتقال دادم و دیگه شما تجربه کنید دیگه خودتون، بعد متوجه میشید که فایده هاش چیه. کسانی که توی جنگل هستن، توی نمیدونم مزرعه کار میکنن، یه موقعی دفعه میاد دسترسی به یه دستشون دستگاه میفته، دستش خونه میشه، اینا رو دیگه سری با شاش خونریزی رو بند میاره. اینا رو برید از مادر بزرگاتون، پدر بزرگاتون، پدر مادراتون بپرسیدم میدونم. الان دیگه اینا علمی شده، یعنی همه دیگه انتقال میده. منم اومدم اینجا تجربه هایی که شنیدم رو انتقال دادم به شما. باش شما منو معرفی کردیم، مرسی، متشکر. یه چیزی در مورد این بگم، اتفاقا در مورد سیکس بگم که work sex is work. کسی که حتی از طریق سیکس کار میکنه، خب اونم باز کار میکنه. اونا خیلی هاشون از کسانی که بیکار هستن و هیچ کاری نمیکنن، مثلا خود من میگم، خب من از نظر اجتماعی آلمانی، از فاحشه هایی که روسپی هایی که کار میکنن موقعیتم پایین تره، چون اونو مالیات میدن، من مالیات نمیدم. من درسته که کار مشاور انجام میدم، ولی در حقوقم هنوز کافی نشده که مالیات به دولت بدم. برای همین اونایی که درآمدشون بالاست و مالیات میدن، کاری نداره که تو بیزینس سیکس میکنی یا چی کار میکنی. میگه بالاخره تو موقعیتت بالاست. به این هم میگن که سیکس ورکر. ورکره دیگه. ورکه دیگه. زیبا بگو صبحانه و نهار چی خوردی؟ اول نهار که نخوردم. خب صبحانم از همون عکسایی که تو کانال گذاشتم، کوکوهایی که یه کوکو درست کردم با آردایی که داده بود و خوب بود دیگه. کنجد ریختم، تخم مرغ ریختم، خوردم دیگه. بعدم یه دونه کاپوچینو خوردم. فعلانم چاییم نخوردم. راست میگه، زر آب بخورم. دو تا سیرم که صبح اول وقت میخورم. دو تا سیر. خوب شد شماها به خاطر لایف که من گفتم که من به این بخودم بودم، من برای اینو چه لایفی بذارم آخه؟ الان که نونم که ندارم بشینم، میرم الان نون بگیرم. ما ساعت 7:30 قرار دارم، 7:30 تا 8 از این تو گو از اونجا یه بسکت میگیریم. با پیپالم پرداخت کردم، میرم اونجا میگیرم ازش. میخوام اصلا کلا این سیستم را بیفته دیگه. با کمک پریسا این کارو کردم. زو زیبا تو نبودی از رهبر خامنه ای خواستگاری، تو نبودی که از رهبر خامنه ای خواستگاری کردی؟ چرا خودم بود. جواب نداد دیگه، جواب نداد. البته من برای ازدواج خواستگاری نکردم، من برای رابطه آزاد خواستگاری کردم. یه حسی بود اومد، گفتم تو میتونی همسرتو داشته باشی، منم روابط خودم رو دارم، هیچ کدومم به همدیگه اعمال قدرت نمی کنیم. جوابی ندید. ولی خب دیگه ما یه حسی بود، ما اومدیم گفتیم. آره من بودم.
چی کار میکنی؟ یه کوچولو شما رو بیارم جلو. یا کامون بیبی، کامون بیبی. زیبا چه خانه‌دار شدی. اوه یا چه کارایی کردم. حالا اینجا رو میبینی، پشت نگاه کنی، میز کامپیوتر رفته، نمیدونم اتاق خواب اونور درست شده، نمیدونم. حالا بذارید، اینقدر اینجا حس خوبی داشت، این اتاق که دارم اینجا دیگه خیلی بازتر شده، راحت. بالکن، یه میز بالکن گذاشتم، یه موقع شاید اونجا هوا خوب شد برم اونجا بشینم، صندلی بزن. هی که شما میگید بالکن بالکن، میرم اونجا. ببینم اینجا چقدر. آره داری این آدم ها رو بیچاره میکنی. خب دیگه شما برید راهنماییش کنید، با چاره بهش بدید بیچاره نشه. راهنماییشون کن، راهنمایی. این همه گروه ها فعال شدن که افشاگری میکنن که من بیچاره شون نکنم. تام برو برو عضو اون گروه هاشو و به گشت سار الله بپیوند و نگذار که گمراه بشون مردم. راه برای همه شما باز. متکاش دو نفر است؟ نه این متکا نیست اصلا. این متکا، این اینجوری بالش های متکایی نیستش. این بالش هایی یکم جو بذاری یا نمیدونم چیه دیگه. دو نفر هم میتونن. آره دو نفر هم میتونن سرشون رو بذارن، ولی من اینو تا حالا یادم نمیاد کسی از این گرفته باشه. یادم نمیاد زیر سرش بذاره. برای خود منم که خیلی چیزه چیه مال من باید خیلی نازک باشه برای خوابم. خیلی جاهام که میرم میبینم که کلوفته یا اون آره دیگه کلوفت. بعد میگم دو تا حوله بیارید، حوله میارم، حوله میخوابم. چقدر لعنتی هستی. تعریفه یا منفیه؟ کدومه؟ خوبه؟ یعنی داری از من تعریف میکنی یا مثلا بد میگی؟ نمیدونم. زیبا چرا جواب نمیدی؟ چرا با پدرت در ارتباط نیستی؟ خب چون وقتی اونا نمیخوا. من اصرار ندارم که به کسی. ببین شما الان بیا، من گر در خانه کس هست یک حرف بسه. شما دیدید من الان به یک کسی تعارف بکنم، بخور، چرا نخوردی، چرا نمیان خوره ایمان؟ من مثلا میگم فلانی، من میخوام بیان خونه شما، میگه نه. دیگه چرا بپرسم و چرا و یا غذا مثلا میگه که اینو میخوری، میگم نه. دیگه دو ساعتی چرا نمیخوری و چایی چرا نمیخوری. پدر و مادر من هم همینطور، نمیخوام با من در ارتباط باشم به هر دلیلی. ولشون کنید دیگه، بزن راحت باشم. هر وقت اومدن با من ارتباط بگیرن میگم خب هرسلش بیرکومم، کامان بیبی. بفرمایید. من میپذیرمشون. اونا هستن که نمیخوان دیگه. خب وقتی نمیخوان چیکارشون کنم؟ خواهر کوچیک من یه بار اومد منو به اندازه فکر کنم یه هفته بود منو فالو کرد، یه وایسی هم با من پر کرد. بعد گفتم میتونم ببینمت ویدیو کال؟ گفت نه فعلا، نه فعلا. ما گفتیم باش، نمیخواست دیگه چیکار کنه. نفرین شده پدر مادرتی؟ خب باش. باشه، خوب کاری کردم. بشینم تا بیان؟
نه منم تو هستم، حالا اومدن اومدن نیومدن زندگی ادامه داره. ما که زندگی رو بدون اونا به راحتی و خوبی پیش بردیم. نه یه بار من گفتم چرا به من، حتی اون مطبی که به من هدیه داده بود و من دو بار بابای من به من هدیه داد، هر دوتاشو که من بهش فرماخ دادم، وکالت دادم، یک قرونش هم به من بر نگرد. خوب نگرد مال خودش هدیه داده بود گرفت دیگه. خب زندگی بدون ایش اون بدون اونا هم ادامه داره. ما حالا بیان بشینیم وای حسین کشته شد، نه بابا حسین کشته شده کشته شد رفت تموم شد دیگه، ما هم کشته شدیم تموم شد رفت، لازم نیست عزاداری کنید. پدر مادر ما هم حالا به هر دلیلی رفتم، خوش رفتم، هر جا که میخواییم با هستید موفق و معید و خوش باشید. نه ما از شما پولی میخواییم، نه از شما ارثی میخواییم، نه از شما کاری میخواییم. هر وقت اومدید خوش آمدید، هر وقت رفتید خوش رفتید. وای حالا من دیگه چرا منو اینجور اینا نداریم، نه چرا فرق گذاشتی، چرا با اون یکی دخترت در کانادا خونه گرفتی، چرا فلان به من نگرفت، نگرفت دوست نداره، نداره دیگه، ولش کنین دیگه، ولش کنین. ما خوشحالیم از این که ما خودمون زندگیمون رو داریم میکنیم با هر طریق و کسی برای ما هی خط و نشون نمیکشه، اینجور کن اونجور کن اونجور کن اونجور کن. در رابطه با دوست پسرمون هم همینطور، هر کدوم رفتن خوش رفتن. ممکنه یه موقع یه دفعه دارم اینو میدوزم بگم ای وای هوشنگ چقدر خوب میدوختی تو، چقدر خوب کار میگردی. خوب باش یه یاداوری از ایشونه، ولی ایشون هم رفته خوش باشه، خوش رفتن، هر کس رفت خوش رفت. ما عزاداری نداریم، ناله نداریم. مرسی خونی بسته، شما همون مرسی خونیاتونو دارید بستونه. فرهنگ زج طلبی، فرهنگ زج طلبی اینه که بشین الاده بله اولده باشن من آی 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 الاده بلده اولده بر باشن من اولده نه نه خب اتور اتور بابا اتور. خب اینم بچه ها داره دخته میشه پیشیخ دیدا پیشیخ جزل پیشیخ دیدا. ما اهل فداکاری نیستیم، ما اهل این که وای عذاب وجدان داشته باشیم نیستیم. هر کسی هم هر کاری به من کرده، هر کاری کرده، سوء استفاده کرده از من، پول منو خورده، زرنگ بوده دیگه، زرنگ بوده باش، هر کاری کرده، بلای سر من آورده، قدرت داشته دیگه، قدرت داشته، ما قدرتشو نداریم. حالا بشینیم عذاب افسوس بخوریم برای گذشته، اونا هم بشینیم که بشینیم هم عذاب وجدان داشته باشیم که من کاش این کارو میکردم، کاش اون کاری میکردم. نه بابا هر کاری ما کردیم خوب کردیم، چه خوب چه خوشگل شد دوست بلا سنده بلا جلس دا جلس خواستگار رو ما جلس دا. خب خیاطی هم بلد نیستی اصلا اصلا، وگرنه کوک زدن هم مثلا شد خیاطی، همینم هم نمیدونم از کجا یاد گرفتم کوک، اینو بزن اونجا اونو بزن اینجا، خیاط به من نمیگن که. از کجا پول میاری ایمپلنت میکنی؟ بابا ایمپلنت اینه، ایمپلنت آخری که هدیه دکتر بود، دکتر خوردم شد
1600 اورو بود. اصلا در کمال ناباوری یه دفعه گفتش که بعدش من قسطی هم نمیدم. قسطی بستی متنفرم. این که هدیه کرد. این دوتا هدیه بود. این یکی حدود چند بود باید بریم به تاریخش. باید تو کانال تو گروه هستی. هم تو گروه هست هم تو کانال هست. خلاصه ما هدیه دیگه، هم هدیه میدن هم خودم. اصلا ما همیشه زن خوشبختی هم دیگه. همیشه به من میرسه. همیشه به من میرسه. آره. این پلنتی که من کردم این تو این ستا اون مال 13 سال پیش سال 2008 چنده کیه اینه بچه و اینم تمام شد بالا من بله خیاط اولدم بلده ایلده تو گشت دوزده بانه دا بزرگ دوزده آخه موقعی رفتن احمد رو بوسیدم یه دفعه گفت کار دیگه ای نداری اینا تو ذهنم بود خجالت کشم گفتم دیگه زیبا خجالت بکش بشین خجالت بکش زیبا کار دیگه ای نداری این آبا رو برد پایین گفتم احمد ولش کن خود گفت نه دیگه چه اشکال داره بده کلیدو بده ویدو بردو فوقا خوب شد یه ذره چیز کردم رعایت کردم بابا دیگه آدم یه ذره باید دختر باید خجالت هم یاد بگیره دیگه خجالت هم بکشه دیگه خجالت برای چی گذاشته این هم دوست چه جوره خود آخر نزان جوره خود سم بیان جوره بلکنم نیستیم تو آخر نخ باید بدوزیم بستم خب بچه این چنین هستش که ما دوتا بالش یعنی یکیشم که زیپی بود این که خیلی خوب شد مرسی اما یک کار دیگه هم دارم خیاطی ولی الان نمیارمش اون چون که میخوام یه ذره به سوالای شما پاسخ بدم و بعدش بریم و خب بذاریم اونجا خب ببریم اینا میره روی تخت اینا میره روی اینجا خب شلوار آذر رو ببینید چرا خوبه شلواری که آذر به من بازر شلوارت خیلی خوبه مرسی میخوام بیشتر بپوشمش نخی عالی بیام اینجا بزنم یه ذره شما رو ببینم نگاه کنم اینا رو جمع جور کنیم توخیش لم شو توخیش جور دو بطل خانه دارو دو دو dirim dam 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 dirim dam 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 اینا مال این از کجا آوردم هر کی داده باری مال اینا عهد دقیانوس بزن همون عهد دقیانوس بمونه و بریم اینجا یه ذره با شما صحبت کنم تا بعد بتونیم بریم جلو خب تو پل شدی چند تا متکا داری این دو تا متکا که بود که میخواستم بدوزم یورلدم گز جلو تو یورلدم امروز شاش خوردی نه من خیلی وقت شاش نخوردم ولی آخرین باری که شاش خوردم به توصیه یکی از دوستانم که بود که در این رابطه خیلی تخصص داشت 9 سال در رابطه با این مسئله کار کرده بود اینا یه مرد افغان بود به من زنگ زد گفت زیبا من در رابطه با این مسائل خیلی نمیدونم هندوام این کار خیلی میکنم بعد گفتش که زیبا خواهشن تو کروناست
اینقدر گفت و گفت و گفت، گفتم باشه چون شما دارید میگید. من زیاد از خوردنش حس خوبی ندارم، ولی چون شما الان میگید نمیدونم کروناست و فلان و بهمان اینها، من دو سه قلوب میخورم و خوردم. چند سال پیش بود کرونا؟ 2-3 سال پیش بود. خب زیبا، چرا بعد از مذهبی شدن دوباره دین رو عوض کردی؟ دین رو عوض نکردم، از دین بی نیاز شدم. احساس کردم که برای من مثل یه لباسیه که کوچیک شده، ازش ممنونم. آره در زمان کرونا شارژ خوردم، بله خوردم. حالا اونم بهتون میگم. بذار یک یک بذار اینه که پرسید که چی رو داشتم اگه لایف نبود با کی حرف میزدی؟ خب الان ساعت 6 سیاوش میاد، دیروز احمد اومد کلی با احمد حرف زد، بعدش دیگه لایف نیست با بچه ها تو گروه حرف میزنم، لایف چت میذاریم، نمیدونم یه مدت آدم هم سکوت بکنه. من مشاوره هایی که میدم تو پیاده روی ها باشون صحبت میکنم. از هومن و شهرزاد فعلا خبری ندارم. نه دین بهم آها آها چجور دین رو تعوض کردی؟ آره این بود، من دیدم که برای من در یه زمانی که دین داشتم خوب بود برام، ازش ممنونم، یه چیزای دستاوردهای خوبی برای من داشت در اون زمانش، ولی بعدا احساس کردم بی نیاز شدم دیگه ازش. مثل یه چیزیه که شما وارده، مثلا یه خونه کوچی، مثلا الان منو بخوام ببرن خونه ای که سال 2000 من اون خونه رو گرفتم که اصلا احساس میکردم بهشته برای من، الان حاضر نیستم اونجا زندگی کنم. یا مثلا خانواده آلمانی که مثلا رفته بودم احساس میکردم وای چه خانواده ایه که من باشون زندگی میکنم، ولی برای من بعد از 7 ماه زندگی برای من انگار دیگه کافی بود. دینم در زمان خودش کافی بود. بعد دیگه بیدین شدم، به این نتیجه رسیدم که اصلا کلن انسان نیازی به دین نداره. خودم رو میگم، حالا شما دارید برید باش هر جور میخواید، اصلا از صبح تا شب سجده کنید، اطاعت کنید، نمیدونم فلان کنید. من احساس کردم باید به حرف دل خودم برسم، به ندای قلب خودم و ببینم چی درسته چی غلطه، اون چیزی که من میدونم، اون چیزی که دل من میگه چیه. اگه اون چیزی که اینا گناه میدونن، دین گناه میدونه، من شاید گناه ندارم. مثلا فرض کنیم گوشت خوک خوردم، دیدم که نه اتوانم بدم نیست، برای چی من بگم حرام است حرام است؟ یا نجس بودنه، نمیدونم مثلا فرض کنیم اصلا نجاست از بین رفته. یعنی من هر وقت اینا خون مثلا یه موقع مثلا اینجوری که خون میمه اصلا خون رو میخوردش. الان دندان پزشکی آخر که رفته بودم آخرین بار، ایمپلنت، آخرین ایمپلنتی که داشتم، نه آخرین بار، آخرین بار دیگه برای تمیز کردن دندونام پروفشنال، یعنی تمیزکاری دندونها سالانه 1-2 بار میرم حرفه‌ای. خب بعدش تو اونجا که رفته بودم بعد میگفتش که خونو قورت نده ها، چیز نکن، نریز بیرون، قورت بده، بذار خونه بمونه دیگه. اصلا به جای این که شما از مواد شوینده و اینا است، نمیدونم باکتریا، نمیدونم تمیز کننده ها، یه زد گفت بذار خود خون باشه، خود خونه تو بخور. زیبا دیگه زیاد رو راه نده خونت، خیلی کثیف. زیاد نه، اون چه کثیف که نبود که، ولی خب یه موقعی که مثلا نمیدونم، حالا من کثیفی فعلا از زیا ندیدم، اما یه موقع از جنگل میاد خب ممکنه که، خب به هر حال تو جنگل خوابیده، حیوانات مختلف تو بدنش رفته باشن، اینا این امکان هست. چه ارائه ادعای بیمت با این اطلاعات نصف نیمه بریده روزنامه ادعای به این بزرگ؟ من ادعا برای خودم دارم، نه برای شما. شما اصلا به حرفای من گوش ندید. من تجربه ای که دارم برای خودم، شما کاری رو بکنید که خودتون درست میدونید. من هر ادعایی دارم برای خودم دارم. من اگه خدا رو نمیپرستم یا اصلا به دین، از دین بی نیاز شدم، تجربه خودم، حالا ادعای بزرگ کوچیک فلان هرچی،
در حال تجربه خودم. زیبا چرا اینقدر انرژی مثبت هستی؟ چون اصلا منفی وجود نداره، اصلا بدی وجود نداره. شما مثلا این خانم اومده به من فحش میده، ولی میدونی اصلا با فحشی که مثلا به من میده، خب خودش داره آروم میشه. منم به این فکر میکنم که خب داره آروم میشه، این داره به من مثلا فحش میده، آی تو فلانی تو بهمانی. ما میگیم خب همونی که تو میگی ما هستیم دیگه. باش آروم شدی الان؟ تلگرام نداری؟ خب برو نصب کن. تلگرام هستم دیگه، ممکنه تو رو بلاک کرده باشم. اگر عکس نداشته باشی، اگر چرت و پرت بگی، اگر فلان، چون تلگرام محل اصلی کارم، اینجا کسی رو بلاک نمیکنم. هر چقدر لبه چقدر میخواد بگی بیا جلو بیسمارک. اویا زیبا، آدم ها بعد از مرگ کجا میرن؟ به بعد از مرگ حالا بذار بریم بمیریم ببینیم کجا میریم دیگه. حالا از الان من برای فردا فکر نمی کنم که فردا کجا میرم، حالا میخوام ببینم بعد از مرگ کجا میرم. چرته دیگه این فکر اضافیه. الان بشنم میگم وای اگه من مردم، اگه 20 سال دیگه مردم، اگه 20 سال دیگه پیر شدم، اگه موندم چی کار کنم؟ خب موندم اون موقع یه کاری آدم میکنه دیگه. نهایت اینه که اصلا نمیتونی زندگی کنی، خب خودتو میکشی. نهایت اینه دیگه. دیگه اینه دیگه. حالا بشینم از الان بشینم برای اینکه وای بعد از مرگ به کجا میرم؟ نمیدونم. میری تو خاک، میری تو هوا. مگه الان این هوا الان داره به این فکر میکنه که من اگر انسان بودم چی بودم؟ نه، هوا داره برای خودش میگرده. مگه اون گاوی که اونجا هست میش قشنگ نشسته داره نشخارشو میکنه، بعدش داره میچره میره میگرده. اون آهو همینطور، اون شیر همینطور. مگه به این فکر میکنن که اگر ما مردیم چی میشیم؟ نه فکر نمیکنن، راحت هم دیگه. الان ما بشینیم برای اینکه هر وقت ما مردیم، اصلا از مرگم که نمیترسی از مرگ؟ خب بذار رو بیرو بشیم ببینیم چیه. ما هر روز میمیریم دیگه، ما هر وقت که میخوابیم میمیریم، هر وقت میخوابیم میمیریم. الان این ناخن من، امروز مثلا ناخنای من رو گرفتم، خب اینو مردن دیگه، رفتن اونجا مردن دیگه. دیروز اینجا بوده. حالا بریم فکر کنیم اونو چی شو خوش چی رفته. سیرکولیشن، جریان زندگی ادامه داره، حالا چه به شکل انسان، چه به شکل گیاه، چه به شکل هوا، چه به شکل آتش، چه به شکل آب، همین ادامه داره دیگه. همین آبی که من الان میخورم به سلامتی آب، خب این آب میره بعد میشه مثلا شاش، میره میشه خون، بعد میاد بیرون، بعد همطور میره بیرون. الان میگم آخ چه آبی. همون موقع هم که داری میشاشی باید بگی به به چه شاشی. همون موقع هم که داری میرینی بگو به به چه گوهی. بابا ما هممون همونیم دیگه، میریم میای میریم میای. چند سالته؟ 64. تو یه عجوبه ای؟ خب اینم چی بود؟ مثل اون لعنتی که گفت تعریف بد مثبت منفیه. زیبا دوست دارم اون دنیای تو رو ببینم. خب داری میبینی دیگه، دیروز یه دنیا بود، امروز اون دنیاست، فردا یه دنیای دیگه است، هر لحظه یه دنیای جدیده دیگه. بهترین آرامش انسان در تنهایی، بهترین آرامش انسان در لحظه بودنش، در هر لحظه که هست. خوابی وقتی میخوابی خوبی، وقتی میخوری خوبی، وقتی میرینی خوبی، وقتی تو آبی خوبی، وقتی تنهایی خوبی، وقتی با کسی خوبی، در همه لحظه. نه اینکه ما بگیم اینو مقایسه نکنیم با اونای دیگه. چقدر بگم ما خدا کاری با خدا نداریم که. اگه خدا میخواد من قبولش کنم، میتونه بیاد در بزنه، بیاد خونه بشینه، بشیم حرف بزنیم، ببینیم که تو الان مثلا میگه که آقای ولفگانگ نمیدونم چی رو قبول داری. من نمیدونم که اصلا کی هستی چی هستی. بشینیم بگیم آقای ولفگانگ فلان رو قبول داری یا نه. هر وقت اومد سیاه چالهای کهکشان رو قبول داری یا نداری؟ باش کاری نداریم که هست یا نیست، چیکار کنیم باش؟
هر من نیازی ندارم، کاری ندارم باهاش. هر ایشون با من کاری داره، خب بیاد دیگه، بیاد ما میبینیم، حرف میزنیم، بفرما خوش اومدی، چطوری، چیکار میکنی. یه در رابطه با همین انکرمنکرهایی که میگفتم، اون زمان من میترسیدم، بعد از این مدت ادا کنم چرا میترسم. خب شب فکر کن شب اول قبلی یکی میام بیدم هو 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 هی 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 هی. خب بابا آروم باشید، خب باشه، چه خبره، چه چیزیه. امام اول چی بوده؟ خب صبر کن بابا، امام تو چیه؟ که امام تو کی هستم؟ چه باید اصلا امام داشته باشی؟ آخه چیکار میخوای بکنی؟ هو هو هی هی. بشین یه چایی بخوریم، بشین یه آروم باش یکم. چقدر میخوای مثلا وحشت ایجاد بکنی؟ چه خبره، چه خبره؟ میخوای منو بکشی؟ خب بکش، همون بشه دیگه، باشه بکش. میگه ما هر لحظه نمیمیریم؟ خب الان هم میمیر، شما ما رو بکش. بفرم باور کنی همه انکر منکر اکیر بکیر ازرائیل اسرافیل فعلا همشون با من دوست میشن. میگن که بابا جان چه خط باحاله، چه باحاله. میگم بابا جان چه دعوا نداریم که، چیکار میخوای بکنی؟ میخوای به سجده کنم به تو؟ بیا بیا اصلا دستتو بده ببوسم. زور میخوای بگی؟ خب باشه زور بگو دیگه. این همه آدم زور گفتم به ما، تام یکیش. ساعت اون یک ساعت هم گذشت، اصلا نفهمیدیم چجوری گذشت. آب نخورم؟ چی بخورم؟ دلم برای تنگ شده، تو این واقعیتی. خیلی خوب باشه. باشه باور کنید، یه بار یه داستانی رو بگم بهتون. تو قزوین بودم، یکی بود یه زن خیلی از منم باور کن 20 سالم جوان‌تر بود، بعد یه چودوره خیلی چیز آشفته پریشون. خدا خدا خدا، گفتم باور کن، نگاه کن خانم، اگه خدایی هم وجود داشته باشی تو فکر کن، یه ذره عقلتو به کار بنداز، فکر کن همین الان خدا اومد بین تو و من، کیو انتخاب میکنه؟ خب معلومه تو همش ناله ای، تو همه تو رو با یه من اصلا نمیشه خورد، با تو یه ساعت آدم نمیتونه، یه روب نمیتونه با تو حرف بزنه از بس ناله و فلان. سر خدا رو هم بردید دیگه، با هی دخترم اینه، ای پسرم اینه، ای مریضیم اینه. بابا یه ذره باش دوست بشید، باش حرف بزنید، بابا چطوری، چی کار میکنی، بریم بگردیم، شاد باشید و بلان باشید. همش نالاتون رو میبرید اونجا، خب اونم از بس هرس میخوره برشون میزنه تو سرتون. ولش کن یه ذره پر رو نشه دیگه، همش برید اون باش. بای بای. مشاوره هر کسی خواست بیاد تلگرام. بای بای. خوش گذشت. این که من با شما لباس بالش رو چیز کردم خیلی مهم بود، اونا رو دوختم. اوی 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 اوی، آفرینی به ما.